من هیچ چیزی حالیم نیست. تا شنبه یا اون پول روی میز منه یا یه تیکه از وجودت. نه داداش تو رو خدا، شنبه خیلی زوده. به نظر من زود نیست. خود دانی من جای تو بودم به جای اینکه بی خودی اینجا چونه بزنم زودتر پول رو جور میکردم. داداش طرفت اومده، بفرستمش تو. آره بیاد. به جان برو دیگه. چشم داداش، روز بخیر. ببین کی اومده. چه عجب اومده این طرف ها. سنده رو بده. چیه پسر؟ نکنه ارث بهت رسیده؟ واقعا پولو جور کردی؟ ای پدر سوخته. سنده تجربه میگه قبل از اینکه پولو ندیدیم سندی به کسی ندیم آقای محترم. بیا اینم پول. وای 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 وای. چیه؟ قبل ازدواج دختره رو تیغ زدی؟ بابا دم شما گرم. گفتم سندا رو بده. پرنده اقبال نشسته رو دوشت، قدرشو بدون. خب هنوزم میخوای ازدواج کنی؟ ببین داداش، من بدهیمو پرداخت کردم، بعد این دیگه به تو مربوط نیست. دیگه دست از سرمون بردار، مسئله تموم شد. صبر کن داداش کرم، الان روزای خوبته. همه چیز آماده است دیگه. آره چیزه، پروه دو مدل آخری تموم میشه اما اون یکیش میمونه. ولی خیلی وقت پیشون باید تموم میشده جه. نمیشه یه کاری رو به موقع و منظم انجام بدی؟ امروز یه روز خاصه، میخوام همه چیز عالی پیش بره. چشم، من فوراً رسیدگی میکنم. خیلی خوب. سلام. اومدی عزیزم؟ دیر که نکردیم، گفته بودی ساعت 3. همیشه به موقع. عذرارو که یادته. البته، حالا چطور عزیزم؟ خوبم، شما چطوری؟ خوبم. خیلی خوب، دیگه بریم سمت سالن. بریم. خب این چطوره؟ دامنشو خیلی دوست ندارم. آره منم قبول دارم. به نظرت این چطوره؟ انگار پشتشو اشتباه برش زده. اشتباهی؟ آره اشتباهی برش خورده، یعنی نتونستن درستش کنه. منظورت در مورد این چیه خانم کوچولو؟ فکر کنم خیلی قدیمیه. به نظرم این خوبه. عالیه، پس همین باشه. عشقم پس اندازمون کمه، نمیخواد بخری؟ نمیشه، حالا که اینقدر دوست داری حتی یه حلقه کوچیکم که شده باید بخریم. یعنی من نمیتونم برای عشقم یه حلقه بخرم؟ چیزی رو پسند کردین؟ میخواستیم حلقه ها رو ببینیم. بفرمایی.
به دستم میاد. خیلی. این انگشتر چقدره؟ 2100 تا. آها. خب این کوچیکه چیه؟ 1200 تا. ممنونم، ببخشید مزاحم شدی. خواهش میکنم. عشقم بیا دیگه. بفرمایید قربان. بله. چیزی رو پسندیدید؟ نمیدونم. گرونترینش کدومه؟ مدل‌های مختلفی داریم قربان، شما کدوم رو میپسندید؟ قشنگترینش باشه. بله حتما. این یه مدل. تو مربی تنیس هستی؟ آره. بله، تو کلوب با شبنم آشنا شدیم. ببینید چطوره. آخ دخترم، چقدر قشنگ شدی، چقدر خوشگل شدی، اصلا نمیدونم چی بگم. مامان گریه نکنی، خواهش میکنم. تو به من نگاه نکن، تازه بذار گریه کنم. گریم از خوشحالیه. هر مادری دوست داره که دخترشو تو لباس عروس ببینه. عذرا، تو نمیخوای چیزی بگی؟ نکنه به هم نمیاد؟ نه عزیزم، بهت میاد، خیلی خوشگل شدی. مطمئنم اونجا تقاص کارایی که با من کردی و پس میدی. امیدوارم خدا لعنتت کرده باشه و تو جهنم همینجوری بسوزی. بله آقا رضا، نمیشه آدم به این راحتی یه گوله تو مخش خالی کنه راحت شه. تا مادامی که من زندم، تو جایی که خوابیدی نه تو آرامش داری نه خونوادت. تقاص گناهایی که کردی از پسرت پس میگیرم بابا. بفرمایید. عصر بخیر. مزاحم که نشدم. خواهش میکنم. با کی کار دارین؟ من در واقع اومدم خود شما رو ببینم. فرصت نشده بود با هم آشنا بشیم. من شبنم هستم. شبنم ورال. خوش اومدی دخترم. بفرما تو. خدا بد نده. کرم گفته بود مریض بودین. امیدوارم که بهتر شده باشین. خوبم، ممنون. فکر کنم کرم خونه نیست. نه. راستش من خیلی وقته میخواستم با شما آشنا بشم ولی فرصت پیش نیومده بود. اینطوری سرزده اومدم ولی میخواستم سورپرایز بشین. میتونیم یکم با هم صحبت کنیم؟ بفرمایین. خوش اومدین.
حتما کرم بهتون گفته. همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد. البته شرایط منم تو این تاثیر داشت. هر چند دیر ولی بالاخره با شما آشنا شدم. دخترم، من حرفی ندارم. اما این کار با این شبنم سورپرایز. وقتی دیدم تو پشت گوش میندازی، منم این راه حل واسش پیدا کردم. اینطوری با مامانت آشنا شدیم. خوش اومدی. ولی کاش یه خبر میدادی. اون وقت که دیگه سورپرایز نمیشد. معذرت میخوام دخترم، خستم، باید کمی استراحت کنم. البته این چه حرفیه، در واقع من معذرت میخوام که مزاحمتون شدم. کار بدی کردم اومدم؟ نه عزیزم، راستش حال مادرم این روزا خیلی خوب نیست. بهت که گفته بودم. میدونم، ولی فکر میکردم خوشحال میشه. دست درد نکنه عذر خانم. خوب حق من مادر گذاشتی کف دستم. حالا بذار مادر بشی؟ وای مامان، باز دوباره شروع کردی ها. حالا هی قرقر کن دوباره بذاره بره. مامان قرقر نکن. من دارم میگم آدم با مادرش اینجوری رفتار نمی کنه. هرچی باشه من مادرتونم. خب میدونم مامان، بالاخره خواهرم اومده دیگه، تمومش کن. من تمومش کنم؟ دختر جون، من همونیم که سالها کنهای کثیفتون رو شستم با همین دستام. به جای اینکه خوشحال باشی ببین داری چی کار میکنی. من فقط وقتی خوشحال میشم که اون دختر خوبی بشه و بیاد از دلم در بیاره. باید منتمو بکشه. بیا دیدی چی کار کردی؟ خواهر جونم تو توجه نکن، اون از خوشحالیش نمیدونه چی داره میگه، غرورش نمیذاره. وگرنه به خدا این چند روز همش اسم تو رو زبونش بود. دختر جون، تو فکر میکنی من دشمنیتا؟ ها؟ آخه من چه دشمنی با تو دارم؟ تو رو دوستت دارم، عزیزمی، عزیز دلمی. بیا دختر قشنگم، گریه کن، بس دلت باش. الهی بمیرم برات دختر گلم، دختر عزیزم. مامانم هنوز نتونسته فراموش کنه، نتونسته مرگ پدرمو بپذیره. تو رو خدا به خودت نگیر، این مربوط به تو نمیشه. بعد تشییع جنازه همش تو خودشه، نمیخواد کسی رو ببینه یا حرف بزنه. خیلی طبیعیه. مگه چقدر گذشته؟ من ناراحت نشدم، فقط یکمی از دست خودم عصبانی شدم واسه اینکه به حرفت گوش نکردم. لابد یه چیزی میدونستی که نمیخواستی با هم آشنا بشیم. نه من میخواستم، ولی شرایط مادرم یکم به زمان احتیاج داشت. میفهمم، حق داری، ولی خودتو ناراحت نکن. من کاملا خوبم، نگران نباش. دیگه برم، دیرم شده. شبنم، این مال توه. خیلی خوشگله. نه به اندازه تو، ولی خوشگلترین انگشتریه که پیدا کردم. واقعا خیلی قشنگه. ممنونم. خب نمیخوای دستم کنی؟ درست اندازه است. ممنونم عشقم.
آفرین مامان، واقعا تبریک میگم بهت. پرداخت بدهی داماد آیندتون شایان تقدیره. چند بار باید بهت بگم جان؟ فقط خوشحالی خواهرتو میخوام، میفهمی؟ به خاطر پول نیازی نیست که کسی ناراحت بشه. ممکنه برای شما چیزی نباشه، ولی رقمی که در موردش حرف میزنین یه ثروته. برای اینکه دخترمو یه لحظه خوشحال و خوشبخت ببینم، نیازی به این ثروت ندارم. دو برابرش هم پرداخت میکنم. شما میدونین چی دارین میگین؟ یعنی خوشبختی شبنمو با پول خریدین؟ اونم از کسی که 5000 نمیارزه؟ من حرفی از خریدن نکردم جان. ولی این کارو کردین. کرمو رسما اجیر کردین. فکر میکنین اگه شبنم اینو بفهمه چه حسی میکنه؟ خوشحال میشه؟ شبنم اینو نمیفهمه. در ضمن من هیچ کسو با پول نخریدم. اگر باورم نمیشد که کرم شبنمو دوست داره، حاضر نبودم پول خورد تو دستش بذارم. پس جلب اعتماد شما به همین راحتیه؟ خودت خوب میدونی که راحت نیست جان. ولی در مورد این بدهی کرم هیچ گناهی نداشته. پسر بیچاره به خاطر پدرش توی... شما هرچی میخواین بگین، من به کرم اعتماد ندارم و نخواهم داشت. رفت؟ رفت. مامان، تو رو خدا اینطوری نکن. سعی کن درکم کنی. آره درسته، کار بدی کردم، اما مگه شبنمو ترکش کنم اینجوری بدتر میشه؟ نابود میشه مامان. چی میخوای ها؟ این که به خاطر من بمیره؟ پناه بر خدا. پس اینطوری نکن. تازه تو هر کاری هم که بکنی، حتی اگه دیگه به صورتم نگاه نکنی، مجبورم با شبنم ازدواج کنم. ولی نه به خاطر پولو بدهی. میدونی امروز چی شد؟ مادر شبنم به هم پول داد، رفتم بدهیمونو صاف کردم. آره با پولی که مادرش داد سندا رو گرفتم. این مشکل دیگه حل شد. خلاص شدیم مامان، خلاص شدیم. رفتی از اون آدم ها پول گرفتی بدون هیچ خجالتی؟ بدون خجالت که نه، خجالت کشیدم، خیلی هم زیاد، ولی گرفتم. چی کار میکردم؟ چاره دیگه ای نداشتم. تنها راه اینه که بدهیم و به مادر شبنم بدم. این که دخترشو خوشبخت کنم. ببین مامان، امروز عقدمون تعیین شد. تا عروسیمونم از من نخواه تو اون عروسی شرکت کنم. نمیتونم بیام. ماما، اگه تو نیای تو شرایط سختی قرار میگیرم. منو تو چه شرایطی قرار میدی پسرم؟ دیگه نمیخوام این حرفو بشنوم. من نمیتونم بیام توی اون عروسی و تو چشم اونا نگاه کنم.